مسعود کاظمی روزنامه نگار از ترکیه با ما همراه هستن. آقای کاظمی وقت شما بخیر. اون فشارهای سیاسی داخلی و بین المللی نتونست جلوی اعدام این دو معترض رو بگیره. پرسش اینجاست که چرا جمهوری اسلامی اینقدر بر اعدام اصرار داره؟ ببینید، شاید معنی واضحش اینه که فشارهای سیاسی اونقدری که باید فشارهای بین‌المللی کارآمد نبود. این همین توییت هایی که شما خوندید بیشتر لفاظی است. این که ما نگرانیم، ما شوکه شدیم، اعدام باید متوقف شود، اینها کارساز نیست. تجربه ثابت کرده که جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم ایران از هر چیزی از جمله حکم غیر انسانی اعدام استفاده میکنه و اون رو اجرا میکنه. اما در بحث فشارهای بین‌المللی، اگر فشارها اونقدری باشه که رژیم رو نگران بکنه و بترسونه، اونها هر کرنشی رو میکنن و این اعدامها رو متوقف میکنن. ما فراموش نکردیم روزی رو که روح الله زم پناهنده بود در کشور فرانسه، اونجا زندگی میکرد، رو بودن به ایران آوردن، اعدام کردن. اگر اون روز مقامات فرانسه و دولت فرانسه اقداماتی که باید رو انجام میدادن، شاید امروز شاهد این اعدام ها نبودیم. همین الان اقدامات عملی زیادی هست که میتونن انجام بدن. شاید اولینش قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستیه. اصلا یک نیروی نظامی دیگر چه کاری باید بکنه؟ دو موشک به هواپیمای مسافربری شلیک کردن. امروز ما ساعتی دیگه سال روز اون اتفاق رو خواهیم دید، اون حمله تروریستی رو. دیگه چه کاری باید انجام بدن که در فهرست تروریستی قرار بگیرن؟ تا امروز این اتفاق نیفتاده. مراکز اسلامی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در جای جای اروپا مشغول فعالیتن. گزارش های پرشماری است از پولشویی، از برنامه‌ریزی برای اقدامات تروریستی. این اقدامات عملیه که دولت های غربی به خصوص اتحادیه اروپا میتونه انجام بده و تا به امروز دریغ کرده. اخراج سفرای جمهوری اسلامی. واقعیت اینه که کشورهای غربی باید بین مردم ایران و یک دموکراسی در ایران و حکومت تروریستی اسلامی یکیش رو انتخاب بکنن. بین اقدامات کشورهای حالا به هر حال اروپایی اشاره کردید، اما اجازه بدید بپردازیم به تبعات و پیامدهای داخلی این اعدام‌ها. این پیامدها چه میتونه باشه؟ آیا اونطور که حکومت میخواد این اعدام‌ها قادر هست که این اعتراضات رو متوقف کنه و آیا میشه گفت که این اعدام‌ها میتونه بازدارنده باشه؟ خب ما در طول 44 سال گذشته با انواع اعدام ها مواجه بودیم. باز میخوام برگردم به ماجرای مرحوم روح الله زم. روح الله زم را اعدام کردن با یک اتهامات واهی که حتی این چیزهایی که همین اتهاماتی که الان به این بچه های جوانان معترض دارن میزنن هم در پروندهش وجود نداشت. یک فرد رسانه‌ای بود. اون چیزی که بولترین و بزرگترین بخش پرونده روح الله زم بود این بود که میگفتن آموزش کوکتل مولوتوف میده. خب ما الان در شرایط هستیم که بیش از 110 روز مردم ایران در خیابان‌ها به طرق مختلف اعتراض می‌کنند و این اعدام‌ها و اعدام پیشین کسی مثل روح الله عظم یا شادروان نوید افکاری نتونست. اگر قرار بود که این اعدام ها اعتراضات رو متوقف بکنه، که الان اصلا شاهد این اتفاقات سه ماه اندیروز گذشته نبودیم، قطعا این اتفاق نمی افتاد و در داخل این به خشم بیشتر مردم منجر میشه. اما نیاز به حمایت بین المللی بیشتری هست. سپاسگزارم از توضیحات شما. مسعود کاظمی روزنامه نگار از ترکیه با ما.